بازتاب قیام در رسانه‌های جهان. پس از گذشت 3 ماه از قیام سراسری مردم ایران و سرکوب وحشیانه رژیم آخوندی که نتیجه آن 700 شهید و بیش از 30,000 دستگیری و اعدام سبعانی 2 تن از جوانان شورشگر بوده، رژیم قادر به مهار خشم و خروش جامعه نیست و شجاعت مردم ایران در برابر این هیولای ضد بشر چشم جهانیان را خیره کرده که بازتاب آن را در رسانه‌های خارجی می‌بینیم. توجه شما را به چند نمونه از این انعکاسات جلب می‌کنیم. واشنگتن پست در سرمقاله 22 آذر خود نوشت: شکاف فزاینده بین رژیم و مردم ایران ناقوس مرگ یک رژیم دیکتاتوری است. واشنگتن پست می‌افزاید: اهمیت واقعی در اعدام تظاهرکنندگان این است که رژیم ایران تنها با قوه بی‌رحم قهریه پاسخ می‌دهد. معترضین خواهان کشوری آزاد مبتنی بر جدایی دین و دولت و مدرن هستند که تغییری اساسی از یک جمهوری بسته و خفه کننده است. اعتراضات تبدیل به یک نبرد تاریخی بین دو نیروی قدرتمند و آشتی ناپذیر شده است. جمعیت عمدتاً جوان ایران که به شدت خواهان تغییر است و یک حکومت مذهبی کهنه و منزوی که به قدرت چسبیده است. واقعیتی که برای تمامی جامعه مردم ایران روشن است این است که مردم باید خودشان تغییر را محقق کنند. واشنگتن پست در پایان نوشت: آنچه در ایران در حال وقوع است یک شکاف عمیق و غیر قابل بازگشت رشد یابنده بین حکومت و جامعه است که می تواند برای یک رژیم دیکتاتوری ناقوس مرگ باشد. روزنامه اکسپرس لندن در گزارشی از قیام سراسری مردم ایران نوشت: بر اساس آمارهای به دست آمده از شورای ملی مقاومت ایران تا کنون قیام و تظاهرات مردم در بیش از 280 شهر ادامه داشته و بیش از 700 تن کشته و متجاوز از 30,000 تن مورد بازداشت قرار گرفتند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران میگوید: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و اتحادیه اروپا باید اقدامات مؤثر و عملی علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای توقف اعدام و کشتار انجام دهند. خانم رجوی افزود: موضع‌گیری‌های لفظی کافی نیست. سفارتخانه‌های این رژیم باید تعطیل شوند. وزارت اطلاعات و سپاه در لیست تروریستی قرار گیرند و مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه باید اخراج شوند. برخورد و تعامل با رژیمی که مایه ننگ بشریت معاصر است، پایمال کردن ارزش‌های حقوق بشری است. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: پس از 3 ماه تظاهراتی که رژیم ایران را به لرزه درآورده، دومین اعدام معترضان صورت گرفت. فراخوان‌ها برای قطع روابط دیپلماتیک و اخراج نمایندگان رژیم از اروپا بالا گرفته است. این روزنامه در ادامه افزود: مجید رضا رهنورد متهم به قتل 2 مأمور امنیتی روز دوشنبه اعدام شد. رژیم ایران دومین اعدام را در ارتباط با اعتراضاتی که 3 ماه است کشور را به لرزه درآورده انجام داد. اولین اعدام روز 5 شنبه انجام شد. اعلام اعدام محسن شکاری محکومیت‌های متعددی را در خارج از کشور و نیز سازمان ملل برانگیخت. مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی خواستار واکنش شدیدتر شدند و تا حد قطع روابط دیپلماتیک با رژیم ایران و اخراج نمایندگان این رژیم از پایتخت‌های اروپایی پیش می‌روند. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در مورد قیام سراسری مردم ایران اعلام کرد: اعدام مجید رضا رهنورد نشانه استیصال رژیم ایران در مقابل تظاهرات است. از صدر تا ذیل این رژیم، از خامنه‌ای گرفته تا رئیسی، به خوبی دریافتند که این اعتراضات تهدیدی برای آنهاست تا به حکومت خونریزشان پایان دهد. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در مطلبی تحت عنوان چرا معترضین ایران می توانند رژیم را سرنگون کنند نوشت: سران رژیم ایران مذبذب، وحشت زده و بیش از پیش در اظهارات علنی خود دچار تشتت هستند، چرا که مطمئنن می دانند که این قیام به دنبال انقلاب و نه اصلاحات است. قیام مردمی امروز در ایران می تواند نوید بخش یک نظم کثرت‌گرای پایدار باشد. وال استریت ژورنال در مقاله دیگری تحت عنوان اعدام دومین معترض ایرانی نوشت: رژیم برای مقابله با قیام تاکتیک خود را در روزهای اخیر تغییر داده
و به سوی مجازات سریع چند نفری که متهم به جرائم علیه نیروهای امنیتی شده اند حرکت کرده است.